و با سلام دوباره خدمت شما عزیزان. خب دوباره خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی جاتون خالی بود. بسیار جاتون خالی بود. چون به هر حال اینقدر این بازار املاک شما داغ شده بود که جا داشت هر هفته راجبش کلی بتونیم حرف بزنیم و بگیم چه خبره در این شهر. واقعا چه خبر بود. خیلی خبرات داغ. شیر تو شیر که میگن این بود. واقعا شیر تو شیر شده. معاملات که بالا بود ما که اونجا دنبال میکردم. خب به هر حال با کلاینت هامون در طبیعه. تماس بودیم. کارا رو خب گروهتون کار خودش اینجا میکرد. اونجا انجام میدادن. ولی خب یکم فاصله ها حالا از بعد مسافت بخوایم بگیم زیاد بود. ولی از بازار دور نبودیم و متوجه بودم که چقدر همچنان بازار بله در یک جمله فرمودین که آقای شفیعی هم بود واقعا خونه خوب تو بازار نیست. عملا نیست. خب من خیلی از کلاینت ها هستن که مخصوصا 14 روز قرنطینه من دائم روی سیستم MLS بودم و دونه دونه چون فرصت زیاد بود دونه دونه خونه ها رو خب البته همیشه این کار رو میکنم چون دوست دارم اون چیزی که باب میل مشتری عزیز هست. ولی واقعا این دفعه همچین با طمأنینه با صبر و حوصله نگاه میکردم و واقعا اون خونه ای رو که باب دل مشتریان باشه واقعا توی بازار ندیدم اونجوری که باید اون منطقه ها هست. خونه زیاده و خوبم خرید و فروش میشه. به قولی هرچی خونه عیبدار و خراب بود رد کردن رفت بازار. دقیقا تو این بازار رفت. دقیقا مثل زمانی که 2017 داشتیم اگر خاطرتون باشه. مهم نبود که چه ساختاری داره خونه. اون تجربه رو هر کس کرده بود یا اون دوره رو هر کس دیده بود تو این دوره پاشو بیرون نذاشت نرفت دنبال هیچی. این دوره رو کسایی بودن که همه تازه نفس بودن و میخواستن سرمایه گذاری کنن خب برخن تجربه گرونه دیگه از یه جا باید به دست بیاد دیگه اینا همه تازه نفس بودن. امیدوارم که آینده پشیمون نشن چون واقعا با قیمتهایی که خرید و فروش میشه خب ما سعی خودمون رو میکنیم که بهترین قیمت رو خب برای مشتریان بخریم تا اون جایی که در توانمون هست. ولی خب یه عده متاسفانه این کار رو انجام نمیدن و فقط هدف خرید و فروش هست. هدف انجام معامله است. بارها با هم صحبت کردیم روز عزیز. هر کار یه اصولی داره دیگه. یه اصول درستی رو باید رعایت کرد. توی کار شما هم واقعا این اصولیه که باید ایجنت های عزیز بهش توجه کنن. این اصول خیلی رعایت نمی کنن. این اصول رو زیر پا میگذارن و حتی با همکار خودشون رعایت نمی کنن. خیلی وقتا مثل زیرمیزی کار زیرمیزی که میگن بردن این آفرا یا الان تازه خیلی جلوشون رو گرفتن خصوصا توی آفر دیتا. شما زیاد شاهد این مسئله خواهید بود. توی آفر دیتا بارها دیدیم که خیلی از ایجنت های ما اصلا مشهور شدن که توی آفر دیتا های فلان ایجنت نری. ایجنت های مشهوری هستن که سالیان سال دارن کار میکنن و بین خود ما صحبت که میشه مثلا این لیستینگ فلان خانم یا فلان آقاست و آفر دیت گذاشته خیلی قشنگ عنوان میشه توی آفر دیت ایشون شرکت نکنه چون ایشون خودش مشتری خودش رو داره آفر خودش رو بکشونه. دقیقا یه بازی هست که متاسفانه بیشتر خانم من یا آقان داریم از هر دو. شاید باورتون نشه که حتی خانما رو هم ما داریم. خانمای معروفی که شاید سالیان سال توی این بیزینس هستن و خب شاید حرفه‌ای تر شدن میشه گفت. بله اصلا یک برنامه از فکر کنم برنامه خیلی سال پیش دکتر هولاکویی عزیز چقدر دلمون براش تنگ شد. چقدر یکی از ضررها و مشکلاتی کرونا خب به هر حال مشکلات و ضررهای خودشو داشته یه نمیگم سود ولی به هر حال یه تحولاتی هم در مردم ایجاد کرده. ولی دو سه تا اتفاقی که خب هر کس نسبت به جامعه خودش نگاه میکنه برای ما حضور نداشتن دکتر هولاکویی در شهر واقعا سمیناراشون نشد بیان. خیلی ها هر کسی به هر حال یه چیزی رو میس کرده دیگه. دیگه یکی از برنامه‌هاش دقت زنان رو میگفت، باهوشی زنان نسبت به مردان، این که چقدر با سرعت یاد میگیرن، چقدر با سرعت عمل میکنن، اصلا وقتی جامعه‌ای که زن واردش میشه چه تحولی میشه. مقایسه خیلی زیبایی داشت در یکی از سمینارهاش و اعتقادش به این که اصلا قدرت زن، حضور زن، اینه که میگه اگه این خانم‌ها زود
پا میگیرن واقعا اگه پا بذارن توی کاری میتونن در همطوری که میتونن مهربان ترین باشن در دنیای پزشکی. اگه مثلا ما 10 نفر پزشک انسان به معنای واقعی این که پزشکی رو انتخاب کردن که به انسانها خدمت کنن به مریضشون گوش کنن، 9 تاش حتما خانومه. اینو حالا امیدوارم که کسی از اصلا دلخور نشه، مادرانه داریم دیگه اینو. ولی در قبالش هم داریم زنانی که اگر قرار بشه بدترین بشن از خودشون بدتر نیست و داریم این رو هم داریم که واقعا مردا به پاشون نمیرسن در بیرحمی مثلا مادر میمونه خاطر اون ظرافتی که توی دید خانوما دارن خیلی قشنگ میتونن مو به مو مسائل رو حالا اینا دیگه نمیشه پر. این دیگه فاصله جورایی... بین زرنگی با هوشی اینا همه یه مو باریکه باری که اصلا معانیش فرق میکنه، نمیشه گفت اینا باهوشن، زرنگن، بدجنسن، زبلن، اصلا نمیشه. خیلی وحشت همون که دوستان خودتون میگن تو آفراشون نرین، راست میگن، نرین اصلا دورشون نرین بهتر داشتیم تو این دوره خیلی داشتیم تجربه میکنم که خیلی ها برحال خونه های گرونی رو لغت خیلی قشنگی تو فارسی نداریم ولی فکر کنم خیلی بد بهشون رسید، لغتش خیلی زیبا نیست در فارسی ولی آی خونه بهشون رسید که بد جور بود. و به هر حال باید دقت میکردید بازار خیلی مناسبی نبود، هرچه خونه خرابه بود چنانم باید. خب به هر حال هنوز خریدار هستن، سرمایه گذاران زیادی هستن که پولهایی رو داشتن که الان ترجیح دادن توی این بازار سرمایه گذاری کنن، چون ما همه شاهد افزایش قیمتیم. شاید یه مدت همه عزیزان دوست داشتن صبر کنن ببینن چه خواهد شد، ولی عملا بازار داره به ما ثابت میکنه، بازار داره نشون میده که ما کاهش قیمت نداشتیم. ممکنه کاهش تعداد معاملات، ممکنه کاهش تعداد لیستینگ داشته باشیم، ولی کاهش قیمتی رو شاهد نبودیم. عملا روند بازار کند و تند شده ولی قیمتی رو در سال گذشته ما کاهش نداشتیم. در نتیجه اونایی که تو الان صبر داده بودن شروع کردن به خرید، سرمایه گذارانی که میخواستن سرمایه گذاری کنن، فقط خواهش میکنیم با احتیاط خرید کنید. بله آفرین، توصیه‌ای رو که میتونیم داشته باشیم. الان اینونتوری کمه نه؟ نسبت این ماه کمتره ولی خب باز هم داریم، این نیست که کم باشه، شاید خونه های خوب کمه که طبیعی هم هست برای آخر دسامبر. به نسبت پارسال کم نیست دو. ولی به نسبت متقاضیانی که داریم بله کم هست، یعنی هنوز جا داره که بیشتر از این. لاکتان تأثیری خواهد داشت روی تقریبا شوینگا. شاید بله، چون که خب یه سری مواردی هست که ما باید رعایت کنیم، به خاطر این لاکتان 100% روی شورینگا تأثیر نخواهد بود، ولی خرید و فروش همچنان خیلی. خونه ها مردم ماسک نداشتن، خیلی ایران تلفنی خونه میخرن که یعنی باور کنیم میگم من در این 37-8 سال همچین چیزی ندیده بودم. یعنی این دیگه واقعا ما اجاره داشتیم، ویرچوال تور داشتیم، اجاره خودمون زیاد پیش اومد توی زمان مثلا شورت ترم و ایرانچیل. بله حالا یا شورت ترم یا لانگ ترم داشتیم اجاره هایی رو که یه سال دیگه بدترین حالتش یه سال نهایتا طرف مجبور بود، هیچ راهی نداشت، موعدش تمام بود، هزینه زیاد بود، جا به جایی رو داشت، از ایران می اومد، نیاز به خونه داشت. حالا بنا به دلایلی داشتیم، اجاره هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه، یک ساله، نهایتا یک ساله. ولی برای خرید یه خونه که شما سرمایه یک عمر رو میخواید بذارید، حتی اگر پول اضافی داشته باشید که بخواید سرمایه گذاری کنید، شما برای این پول زحمت کشیدید، این پول بادآورده آنچنان نبوده. حالا اگر بوده که اشکال نداره، ولی برای اونایی که بادآورده نبوده و زحمتی کشیدن، نیاز داره که خب زمان بیشتری گذاشته بشه، دقت بیشتری بشه، فرصت بیشتری گذاشته بشه تا اون هزینه‌ای رو که دارن پرداخت میکنن بیارزه، واقعا ارزش این رو داشته باشه که یه خونه رو بخرن که ممکنه حتی سود کنید در سال آینده. خب میتونه این سود بیشتر از اینم باشه، میتونه بهتر از اینم باشه، میتونه در سرعت انجام معامله برای رسیدن به سودشون کمک بیشتری کنه. مثلا وقتی یه خونه بهتری رو شما بخرید، زودتر فروش میره، مدت زمان کمتری تو بازار میمونه، قیمت بهتری فروش میره، منطقه خوب انتخاب بشه، 100% بی تأثیر نخواهد بود. در نتیجه ممکنه بگن نه ما حالا خونه رو میخریم سود میکنیم تا سال دیگه اینقدر زیاد شده. مهم
این هست که چه درصد سودی رو به شما خواهد داد. ممکنه 10% باشه، ممکنه 20% باشه، ممکنه خیلی بیشتر از این باشه. بله، این که پیشبینی اصلا پیشبینی واقعا کسی نمیدونه، همجور که پیشبینی کرونا رو کسی نمیدونه. بله. بازار چجوری میشه؟ اگه یادتون باشه چقدر میگفتن 20% کاهش داریم، قیمت‌ها پایین میاد، این اتفاق میفته. خود بانک مرکزی اینجا چقدر اعلام کرد، بعد با کاهش نرخ بهره چقدر آمار الان با بهره خیلی پایینه. البته همه این دوستان من نمیدونم واقعا با بهره بانکی پایین دارن این خونه رو می‌خرن. بله. یا فرستان بایر هستن احتمالاً. توی تیممون مورگیج بروکری که داریم خیلی جالب بود، یه وامی رو برای یکی از آشناهان من می‌خواستم، بهشون گفته بودن 4 تا 6 هفته. 4 تا 6 هفته گذشت و خب مثل حالت ریفایننس بود، وام دومشون بود، یا اینکه حالا فرستون بایر یا مثلا حالا خرید خانه و اینا نبود. میدونید که اینا رو خونه خودشون دوباره میخواستن. آره. اینا با تأخیر بیشتری براشون وام جور میشه. گفته بودن 4 تا 6 هفته. وقتی که تماس گرفتیم خب علت رو جویا شدیم، گفتن انقدر حجم وام و پرونده ها زیاد هست برای کسانی که خرید و فروش داشتن توی این مدت و خرید خانه داشتن و وام رو میخوان، که دیگه شماها رو گذاشتن هنوز مرحله های بعدی. شما ببینید چه خبره. بله. و فقط به خاطر کاهش نرخ بهره است که خب خیلی ها توانشون اگه یادتون باشه رسیدیم 2018 به استرس تست و به یه سری از این مشکلاتی که همه قادر به گرفتن وام نبودن. الان اونو که نداریم، در نتیجه نرخ بهرم که پایین آمده به نسبت درآمدهایی که هستن، با اون درآمد خیلی ها میتونن این وام رو بگیرن. در نتیجه این باعث شده که امکان گرفتن وام افراد بیشتر بشه، خرید خونه هم راحت تر شده براشون. بله. و میتونن. من دوره اینجا بودم خانم رضای عزیز که وام بانکی بوده 14.75، وام بانکی تقریبا 2% اختلاف داشت با بهره لاین آف کردیت و کردیت کارت ها، موقع 16 خورده‌ای بودن. و دوره ای هم اینجا وام بانکی داشتم که بوده 1.4. فکر کنم برسیم به اون دوره. با این شرایط که من دارم میبینم فکر نمیدونه که برسیم. یعنی این دوره ها رو اینجا داشته بالا و پایین. میدونید چون الان حتی شده ثابت، اگر دقت کنید ما متغیر داریم وام رو و ثابت. حالا من تخصصم وام نیست، در حدی که دارم کار میکنم نه هیچ توصیه‌ای میکنم. بله. نه کار من املاک هست و در هم بیشتر میگن وریبل. بله. خب الان بهتره، الان میگفتن وریبل بهتره، ولی خیلی‌ها دارن الان فیکس و ثابت میگیرن به خاطر اینکه خیلی پایینه و 100% اگر این زمان کرونا تموم بشه و امکان افزایش این درصد هست، خیلی‌ها ترجیح میدن به جای وریبل اون متغیری که همیشه مشتاق بودن، الان دارن ثابت میگیرن تا 5 سال آینده همین نه. اگه رقم خیلی بالا نباشه چیزی خیلی کمه. بله. برای اونایی که حالا رقمش یکم بالاتر هست. خب ما به هر حال هر کسی مسئله شخصی خودشو داره، وام باید واقعا مشاور داشته باشین که بشینین ببینین چه جوری مثلا حساب کتاب زندگیتون چه جوریه. فکر کنم آقای نعیم‌منش کار وام هم میکنن. بله. لایسنس وام دارن. شما که مثلا بخواید با یکی مشاوره میکنین، چارچوب این که کجا زندگی کنه، چقدر بودجهشه. بله. چقدر دام پیمنت. بله. داره. این همه مهمه. قبل از که یه دفعه بپرین تو آب، حتی اگه فکر کنین شناتون خوبه، هیچ کس نمیدونه اینا چه جوری این عددا با هم خواهد نشست و یه دفعه ممکنه خدای نکرده به هر دلیلی غرق بشین. و همه اینایی که ما میگیم فقط به دلیل اینه که غرق نشین، چون واقعا هر ایرانی که اینجا به مشکل بر بخوره ناراحتی هممونه. و اینکه اگه بگن یه ایرانی کارمونو کرد و درست نکرد، این دیگه خیلی بد میشه. چون میگم اینجا دیگه پول نیست، اینجا اون اطمینان است، اون ارتباط است که از بین میره. ما زیاد وقت نداریم، اگه موافق باشی پرستو رو بیاریم روی خط ببینیم. بله. که چه خبر داره. پرستو از اونجایی که بسیار از کرونا وحشت داره، نه اینکه ما وحشت نداشته باشیم، ولی به هر حال ما با تعداد افراد رعایت میکنیم. پرستو معمولا آهسته میاد آهسته میره. امروز که فهمید مهمان داریم در استودیو، گفت خب پس من نیام، که واقعا هم خب 4 تا نمیشد. ولی روی خط اون رو خواهیم داشت لحظاتی دیگر تا ببینیم که با روز عزیز چه خبرایی برامون داره و گزارش امروز چه خواهد بود در جنبندی پایان برنامه. همراه من باشین تا لحظاتی دیگر.
آرامش خاطر را با روزتی گروپ تجربه کنید. روز رضایی، مشاور املاک و سرمایه گذاری. همه می توانند در جلوگیری از کووید 19 سهیم باشند. دست های خود را به صورت مرتب و کامل با آب و صابون بشویید. فاصله گیرید، در خانه بمانید. اگر نگران هستید که دچار علائم باشید، می توانید در خودسنجی آنلاین آنتاریو شرکت کنید تا بدانید آیا نیاز به مراقبت پزشکی دارید یا خیر. رایج ترین علائم کووید 19 عبارتند از تب، سرفه و دشواری در تنفس. و اگر در معرض کووید 19 بوده اید، دارای علائم هستید یا به خارج از کانادا سفر کرده اید، باید خود را به مدت 14 روز قرنطینه کنید. برای اطلاعات بیشتر به سایت ontario.ca/coronavirus مراجعه کنید. هزینه توسط دولت آنتاریو پرداخت شده است. خب دوستان، در خدمتتون هستیم در بخش پایانی برنامه. همطور که با خانم رضایی عزیز خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که پرستوی عزیز رو در پایان برنامه داریم که جمع‌بندی خبرهای این هفته رو برامون بگه و ببینیم که چی میگذره. موافق هستین روز جان؟ پرستوی نازنین، صدای ما رو اگر داری روی خط هستی، همراه ما و شنوندگان و بینندگان عزیز. روز عزیز هم در استودیو. بسیار خیر مقدم به خانم رضایی عزیز دارم، میزنم از این که برگشتم خوشحالیم و سلامی دارم خدمت بینید عزیز به شما و تیم تصدیرین. مرسی عزیزم. خب چه خبر؟ خبرهای خوب اول بگو. بله، خبرهای خوب این که خوشبختانه کانادا توانه این رو داره که با اوج گرفتن مجدد این ویروس یه لاکدان دیگه، یعنی یه تعطیل مطلق دیگه اعلام بکنه. به مردم گفته حمایت رو میکنیم، نگران نباشید. روز از فردای روز بانکینده که آخرین در واقع بیزنس رو اجازه داده که بیزنس ها انجام بدن و چون تمام این مدت آسیب دیدن و خواهد برای این یک روز در انتظار بودن، گفته از فردای اون روز لاکدان رو به مدت یک ماه تقریبا 28 روز شروع میکنه و مردم رو کاملا حمایت کرده، گفته نگران نباشید. 300 دلار گفته به دانش آموزایی که میشینن خونه کمک به پدر مادرشون میده، 400 دلار به در واقع دانشجویان میده و بعدم دوباره کمک های سب رو تمدید کرده و خیلی از شرکت هم به کمک اومده. مثلا نداره برق گفته که قیمت برق رو پایین نگه دارم کاهش میکنم. دولت در سازمان اداره مالیاتی گفته که من 400 دلار کردیت بک میدم به مردم در دوران لاکداون. نمیدونم کمپانی زوم گفته که من اصلا آن لیمیتد رایگان به مردم در دوره لاکداون اجازه میدم که از فضای زوم استفاده بکنن، حتی محدودیت زمانیش هم که معمولا 40 دقیقه هست بر میداره. و تلاب همینجور گفته که من گوشی رایگان به سالمندان میدم که در این دورانی که کسی نمیتونشون سر بزنه بتونن که با دیگران در ارتباط باشن. خیلی از مردم به سازمانهای غذایی اومدن، کمک های نقدی و دونیشن انجام دادن برای این مدت لاکدان که اگر کسی در مدت هست بتونه از امکانات استفاده بکنه. به هر حال اینکه این ضعف تعطیلی خبر خوبی هست، با اینکه ممکنه به بیزنس ها فشار بیاد ولی چون کمک های دولتی هست، ولی امید داریم که تا پیشرفت تزریق واکسن که زمانی به طول خواهد انجامید، حداقل یک مقدار جلوی پخش این ویروس رو بگیره. چون ما در هفته گذشته هر روزی بالای 2200 تا فقط استان اونتاریو اطلاع داشته که مثل که بقیه جاها و بقیه کشورها اگر مقایسه بکنیم میبینیم که این موج سوم بسیار شدید داره پیش میره. مدافعنی که یک ویروس جدید مدل جهش یافته این ویروس کرونا هم در انگلیس مشاهده شده که این خودش رو نشون داده به خیلی از کشورها از جمله استرالیا و بقیه قسمتهای اروپا منتقل شده. تمام دنیا مرزشون به انگلیس بستن و همه خیلی نگران شدن به خاطر اینکه دیدن این ویروس جدید خیلی تهاجمی هست و خیلی قدرت انتشار و انتقالش و مرگونش بالاتر از ویروس قبلی است. ولی خبر خوشی که در ادامهش
بعد از اون شوک اولی ایدز جهان وارد شد، خبر خوش بعدش این بود که دیدن واکسن هایی که تولید شده بر روی این نوع جنیشوکس ویروس هم اثرگذار هست. اینه که تقریبا میشه گفت اگر این لاکداون بود که خوشبختانه با زمان تعطیلات کریسمس همه جهان همزمان شده و آسیب کمتری شد، یک دو هفتهش به مردم فشار داده شد، دو هفتهش به هر حال تعطیلات عمده کریسمسی بوده، این دوره رو چون همزمانی خوشیان رو داریم با تعطیلات عمومی هر ساله به صورت متداول انجام میشده، شاید که این آمار انتشار رو قدر کنترل بکنه تا اون زمان هم یه بخشهایی واکسن رو دریافت کردن که به ایمنی عمومی کمک خواهد کرد. میدونیم که از ابتدا دارن از خطوط درمانی اول شروع میکنن، بعد میرسن به سالمندان بالای 80 سال، بعد از اون سالمندان بالای 70 تا 80 و بعد از سالمندان از 60 به 70. البته 60 از نظر بشری امروز سالمند حساب نمیشه، به هر حال برویم سنی میان پایین و تخمین زدن که تا 60 ساله ها هم واکسن دریافت بکنن میشه آخر جولای، یعنی تا اواخر تابستان به مردم عادی واکسن نخواهد رسید. این تازه در کشور کانادا هست که شروع کرده واکسیناسیون رو، خیلی از کشور هنوز کشورهای فقیر به توان خرید واکسن رو هم نداشتن، فعلا باید بایستن در صف، حتی شانس دریافت هم ندارن، برای اینکه حجم تولید و بروز رسانی واکسن و جوابگوی تقاضاها رو بسیار کمتر از میزان تقاضا هست. برای همین هم تمام کشورهایی که پول آماده دارن خریدهای اولیه رو انجام میدن، هشت واکسن میاد بیرون میره سمت متقاضیان که پول دستشون هست. بعد از اون فکر میکنن که سازمان بهداشت جهانی و کارهایی رو تدارک دیده که بشه از یه سری از مخازن مالی و از این سری از منابع مالی بشه بودجه های خرید واکسن برای کشورهای فقیرتر رو به کار ببرن، استفاده کنن، که اون زمان اونها باید بایستن. و نکته جالب اینجا که این واکسن در زمان ابتلا مزومیش در کشورهای فقیر و ثروتمند یکسان بود، یعنی فرق قائل نبود بین فقیر و غنی، کشورهای پیشرفته غیر پیشرفته، ولی از این به بعد این تفاوت مشاهده خواهد شد. تا الان یکسان بود مرگ و میر فقیر و غنی، ولی از این به بعد مرگ و میر فقیر و غنی کاملا متفاوت خواهد بود. برای اینها خبر خوبیه که ما میبینیم که داره اتفاق میفته و اگر که خودمون هم با این موج محافظتی که جهان داره دوباره دست کارش میشه همراهی بکنیم، انشاءالله که این موج آخر خواهد بود. بله. ولی کماکان مردم باید دستاشون رو بشورن، ماسکشون رو بزنن و فاصله شون رو حفظ کنن با هم دیگه. فرودگاه آمریکا دیده میشه، امروز اعلام میکرد CNN که آمریکا هیچ وقت اینقدر شلوغ نبوده فرودگاهش. خیلی عجیبه ها، شما ببین، یعنی اصلا مردم واقعا من نمیدونم چه فکر میکنن، نمیترسن. دانتان خودمونم سانتا داشتیم، اصلا نمیدونم، یه دم که اصلا آنتی ماسک شدن بر. اصلا خیلی جا من خدمتون گفتم پرسو جان، من با مردم رو خسته میشن، میدونی خانم احمدی، بعد از یه مدت عادی میشه، هر چیزی عادی میشه، بعد از خود زندگی رو خیلی نمیشه به تغییر انداخت. اصلا حالا باورتون میشه بخیر ما نفهم نمی کدوم طرفیه علیه این خبری که جناب ترودو اعلام کرد که میخوایم لاکداون رو شروع کنیم و دوباره تعطیلی مطلق و همه چی ممنوع و همه جا بسته، این سری تظاهرات کردن در مونتریال و دولت کبک هم در واقع جریمه ای رو که کلن از ابتداتون خیلی آمارش همیشه بالا بوده، جریمه تخلف از امور در واقع محافظتی یا ایمنی رو در رابطه با کووید $1,546 از اول تعیین کرده. این 46 دلارش مورد چیه؟ 65 تا بلیت جریمه ساده کرده. بله میدونم. منظور از تظاهرات نفر $1,546، یعنی نزدیک $400,000 بلیت تیکت جریمه به مردم داده برای اینکه اومدن تو خیابون و در کنار هم تظاهرات کردن برای لاکداون. این تظاهراتشون نه تنها شنیده شد، بلکه جریمه هم شد. $1,546 مال تورنتو آنتاریو میدونین دیگه، 750 تا $850 الان برای کریسمس اگه برن دور هم جمع بشن. بله نه قوانین امنیتی یا قوانین اجتماعی $750 تا $850، ولی ایالت کبک $1,546 و این تیکت های دوش و چهار رو به مردم دادن فقط برای اینکه در خیابان آمدن و تظاهرات کردن برای اعتراض به لاکداون، اونایی که صاحب بیزنس های کوچک بودن و جریمه هم شد.
11 نفر کرونا گرفتن و تمامشون جریمه شدن و خود ساختمان جریمه شده $750 این آخری. اینه که جریمه استان ها با هم فرق میکنه و این تولد گرونی بوده نه؟ $400,000 برای مردم هزینه داشت و جواب استدار شده شده نشده. اما این ناگزیر هست مخصوصا الان که در واقع 2 هفته تعطیلات عمومی داشتیم، 2 هفته بهش اضافه میکنن، بلکه این موج بخواد مدارس رو به کل زمین تعطیل کردن، گفتن مدارس از بعد از تعطیلات کریسمس هم برنگردن، به صورت آنلاین ادامه بدن تا ببینیم که شرایط به چه شیوه پیش خواهد رفت، تا اینکه واکسن های اولیه پیشرفت کنه، تعداد تزریقشون، چون میدونیم 2 تا دوز باید مردم بزنن، دو هفته باید با هم فاصله داشته باشن، برای همین زمان طولانی هست. فقط استان اونتاریو یک حدود 656,000 تا سالمند بالای 80 سال داره. فقط خود استان اونتاریو میگن خودمون 2 ماه تا 3 ماه که میکشه که تموم بشه و بعد برن سراغ 70 تا 80 تا 60 تا 70 از بیان سراغ مردم عادی. اینه که این پروسه همچنان ادامه خواهد داشت، چاره نداره از اینکه تدابیر امنیتی رو به کار بکنن، مخصوصا الان که این ویروس جدید بله. بیشتر هم رو بچه‌ها اثر می‌ذاره. پرستو جان، پس توصیه ما به دوستان که به هر حال ایام کریسمس و داریم با سال 20 که بسیار سال پرماجرا و غم انگیزی برای همه مردم جهان بود، خداحافظی می‌کنیم و می‌بندیم چمدونش رو، ببندیم بره دنبال کارش، ولی توصیه‌مون اینه که به مهمانی نرن، دور هم جمع نشن، چون احتمال اینکه مردم به هر حال حتی جلوی خونه‌ها تو پارکینگ‌ها گفتن اگه ماشین اضافه می‌بینین اطلاع بدین جریمتون خواهند کرد، میان و خیلی شدید دارن با این مسئله، همونطور که گفتی در کبک خیلی بیشتر، در تورنتو هم خیلی دارن به هر حال جریمه می‌کنن، میان نرین. این چند روز هم طاقت بیارین، بذارین این دوره هم بگذره و انشالله در سال جدید اتفاقای خیلی بهتری برای مردم بیفته، چون به هر حال سال خیلی بدی بود و برای همه خیلی تحت فشار بودن، برای همه هم بود، برای 1 نفر 2 نفر نبود. به قول تو تغییرات از الان شروع خواهد شد، وگرنه تو الان که یکسان بود طبقاتی و سرمایه هستش رو از الان ببرم بله. که امور مردمی عوض خواهد شد، درسته. فرقی بین غیر فقیر و غنی نبود از این دولت، کاملا درسته. کشورهای ثروتمند الان توانی دریافت واکسن رو دارن ولی کشورهای فقیر ندارن. خب ما وقت برنامه‌مون متاسفانه تموم شد تو 1 ثانیه. اگه ما به ما بخوای بگی از آقای ترامپ چه خبر، چی میگی؟ آقای ترامپ با شدت خیلی خیلی بیشتر دوباره حمله مجدد آغاز کرده، همونجور که هفته پیش گفتیم تمام سران تصمیم گیرنده این در واقع مجامع قضایی رو تغییر داد، عوض کرد یا منظورشون کرد که استعفا بدن، نیروهای جدید بر سر کار گذاشته و دوباره طرح شکایت کرده، هم طرح شکایت کرده و هم یک شکایت جدید ابلاغ کردن به در واقع مبنی بر این که دولت‌های خارجی در انتخابات ما مداخله داشتن و دارن کانکشن‌هاشو با افراد حقیقی حقوقی در میارن بیرون و دو تا شایعه بزرگ بیرون دادن، یکیش ابطال کل انتخابات هست و یکی هم تولید ماشین‌های رأی‌گیری و سومیش هم حکومت نظامی. این سه تا رو فعلا به طور غیررسمی اعلام کردن که در هفته آینده ممکنه که شاهدش باشیم، برای همین هم خیلی اوضاع شدیدتر و بحرانی‌تر شده و تقریبا غیر قابل پیش‌بینی‌تر. انشاءالله که نمیدونم یه جوری این مرحله بزرگ طی بشه که نه مردم امریکا شاهد درگیری‌ها و خونریزی‌ها بشن و نه اینکه این قضیه بالا بگیره، چون به نفع هیچ کسی نمیدونه و درگیری و تخاصم و جسه‌بندی و چند پاره شدن هیچ ملتی یا هیچ کشوری به نفع هیچ اون کشور و هیچ کدوم از کشورهای جهان نیست. امیدواریم که آسون رد کنن این دوره رو و اخوض با قدرت بیشتر برگشتن با طرح شکایات جدیدتر و بزرگتر. خب پس هنوز به قول اینجایی ها گیواب نکرده. بله. خب ما با تو عزیز خداحافظی میکنیم با امید دیدارت هفته آینده در استودیو و البته هفته آینده که حالا به هر حال خیلی نمیدونم چه شرایطی خواهیم داشت، هر روز رو باید با روزش بریم و با هفته هایی که در پیش داریم، ولی با امید دیدارت هر چه زودتر. اگه ندیدیمت مری کریسمس، هپی هالیدی، روزای خوبی رو داشته باشی. من فکر کنم این روزا روزای قشنگیه، من اصلا کریسمس خیلی دوست دارم، خیلی آروم و دوست داشتنی و سکوت خوبیه، خیلی خوبه. حتما دقیقاً با هم در تماس خواهیم بود و ما هم دعا کنو کنار هم اگر نیستیم، ولی قلبمون با تو هست.
مرسی که همراه ما بودی. مرسی عزیزم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب روز عزیز، برنامه به پایان رسید. این دفتر بسته شد، ولی دفتر سال رو هفته آینده خواهیم بست. میریم اگه امید میگم این روزها همش باید به روز و به ثانیه و نمیدونیم چی خواهد شد، ولی امیدواریم اگر عمری باقی باشه در خدمتتون باشیم. در خدمت روز عزیز خوشحالیم که برگشته، حضورش، انرژی خوبش در برنامه. همین امروز که اومد کلی برامون که کوشیرینی و خوراکی و این چیزا آورد، اصلا میاد با کلی انرژی میاد. و میریم به هر حال، شما هم برید یک فنجان چای، قهوه، هر چی که مورد علاقتونه، خودتون رو مهمان کنید. از پشت پنجره بیرون رو نگاه کنید، خیلی افسوس این دوره رو نخورید، برای اینکه این نیز بگذرد و آنچنان با سرعت میگذره که مطمئنم با همه سختی‌هاش، با همه مریضی روزی که شروع کردیم، کرونا خودش یک ساله شد، 2020 تموم شد، خیلی زود میگذره. نگران هیچی نباشین، دلامون همه پیش همه، همه مثل همین، هیچ کس شرایط خاص و ویژه‌ای نداره، همه اینه، همان، همه دنیا الان مثل همان دیگه، فقط من و شما هم نیستیم، ما ایرانی ها نیستیم، این ور آب اون ور آب فرق بکنه. ضمن که اون ور آب با همه سختی‌هاش فکر کنم حس و حال و عشقش بهتره، من دیدم خیلی بهتره، ولی اینکه وطن دیگه، ولی اینه که الان همه دنیا فعلا رنگ و آبش یه جوره. به هر حال خودتون رو نگران نکنید، هنگیندر به قول اینجا، یا مراقب خودتون باشین تا گفتگو و دیدار بعدی. با سپاس فراوان از حمایت کنندگان برنامه که ما رو یار هستن، همه تعطیل بشن، کیترینگ نامی فرید عزیز کبابشو میپزه، سوپر پارسیان عزیز باز سرویس خوب میدن به مردم، مواد غذایی هستن، نگران نباشید. به هر حال مردم کار میکنن، جون میکنن که غذا بخورن دیگه. نگران هیچی نباشین، این روزها رو هم خواهیم گذرون، تعطیلات خوبی داشته باشین. این تعطیلات دیگه خیلی طولانی و همچین واقعا تعطیلاته، واسه همه تعطیلات شد. بله، خوش باشید و سلامت باشید. روز عزیز باد، خداحافظی میکنیم تا دیدار بعدی. مرسی، خدا نگهدار. آرامش خاطر را با روزتی گروپ تجربه کنید. روز رضایی، مشاور املاک و سرمایه گذاری.